دوستان سلام خیلی خوش اومدیم به ویدیوی امروز که میخوایم بازی بین گوکش 16 ساله و فابیان و کاروانا رو با هم دیگه ببینیم و بررسی کنیم این بازی دور هشتم مسابقه المپیاد شطرنج 2022 و این مسابقه یه مسابقه تیمیه گوکش برای تیم دوم هند بازی میکنه و کاروانا برای تیم آمریکا هند تو این مسابقه چند تا تیم داره که تیم اولش بازیکنای با تجربه ترشن و تیم دومش استاد بزرگای جوونشن گوکش روی میز یک رو دارن که چند وقت پیش ریتینگش از 2700 هم عبور کرده ممکنه پراگاناندا رو خیلی ها بشنسین. بازیکن معروفی نیهاد سارین رو دارن و همه اینا بازیکن های جوونن که سنشون هم تو حدود 16 سال اینطوری بهتون بگم که تیم دوم هند بچه مدرسه یاشونن و عملکردشون هم تا اینجا مسابقه فوق العاده بوده و عملکردشون عالی بوده و یکی از مدیان مسابقه هم و حتی از تیم اول هند هم دارن بهتر بازی میکنن و بازی که امروز میخوایم ببینیم گوکش روی میز یک برای تیم دوم هند بازی میکنه و فابیانو کارونا روی میز یک برای تیم آمریکا بریم سراغ صفحه شطرنج خب تو این بازی گوکش مهره سیاه رو داشته و فابیانو کارونا مهره سفید و نکته مهم این که گوکش هفت دور اول این مسابقه رو تمام بازیاش رو برده و واقعا رو دور و ترکونده واقعا داره بی نظیر و کم نظیر عمل میکنه خیلی فوق العاده داره بازی میکنه تا به فابیانو کاروانا رسیده ببینیم این بازی چطور پیش رفته فابیانو بازی رو با حرکت ایچار شروع کرده و گوکش سی بازی کرده از پف سه از سی 6 تو این وضعیت میتونیم بگیم یکی از حرکات اصلی و شاید حرکت اصلی تو این وضعیت فیل B5 که کاروانان بازی کرده و به شاخه روسولیما معروفه و بازی ها معمولا پوزیسیونی تر میشن و بازی خیلی جالبی هم هستن هم ایدای جالبی برای سیاه وجود داره هم برای سفید وجود داره سفید جی بازی کرده که یکی از حرکات اصلیه. سفید قلعه کوچیک بازی کرده و فیل جی تو این وضعیت یه ایده اصلی میتونه سیسه باشه با ایده اجرای حرکت دی چار ولی کاروانا حرکت فیل در سی رو بازی کرده سیاه میتونه هم با پیاده دی پس بگیره هم با پیاده بی پس بگیره هر دوتاش قابل بازی شاید دی یه مقدار ساده تر باشه و بی یه مقدار پیچیده تر که گوکش هم حرکت بی در سی رو بازی کرده که میتونیم بگیم اصلی تر هم هست رخ یک تو این وضعیت بازی شده رو خود تو ستونی قرار میده که پیادهش قرار داره و میتونه این پیاده رو برونه وزیر C7 بازی شده وزیر C7 برای کنترل خونه E5 فرض کنید تو این وضعیت اگه 6 بازی بشه که به نظر منطقی میاد سفید ممکنه بلافاصله E5 کن. و اگه این اتفاق بیفته میبینیم که پیادهای سیاه خیلی بد شدن برای همین اول وزیر C7 سی سیاه بازی کرده حرکت h بازی شده اینم حرکت مهمیه بعدن از F4 جلوی گیری میکنه و حالا D6 بازی شده کاروانا تو این وضعیت پیاده خودش رو به خونه E5 رونده که قربانی پیاده محسوب میشه دی در ای 5 و دی سه بازی شده سفیدی پیاده عقب ولی پیاده سیاه و خراب کرده سفید میتونه به هر دو تا پیاده فشار بیاره ایده های مانور اسب وجود داره اگه بخواد فرض کنی به پیاده ای 5 فشار بیاره میتونه اسب و بذاره دی دو و بذاره سی 4 که نه تنها خونه فوق العاده برای اسبه بلکه به پیاده هم فشار میاره همچنین میتونه با فیل ایسه به پیاده 35 فشار بیاره و این اسب و بیار خونه H4. برای همین این ایدا وجود داره، و تو این وضعیت گوکش حرکت خیلی جالبی رو انجام میده و اصلا این ایده رو به سفید نمیده اونم حرکت سی 4 اگه سفید این قربانی رو به پذیره چی میشه بعد از حرکت دی در سی 4 سیاه حرکت خوب F5 رو داره و شاید از اینجا بعد سیاهی که ابتکار عمل رو دستش بگیره و مهره هم کاملا مساویه برای همین کارونا وارد این شاخه نشده و حرکت اسب سی سر رو بازی کرده و گوکش هم پیاده دیسر رو زده سی در دیسه بازی شده و تو این وضعیت میبینیم که گوکش جالب بازی کرده و به این وضعیت بازی رو رسونده که سفید یه پیاده برحال ضعیف و عقب مونده تو خونه دیسه سه داره تو این وضعیت اسب چیش بازی شده و این حرکت یه تاکتیک رو به کاروانا داده و اونم اسب دری پنجه حالا اگه سیا بخواد اسبو بزنه سفیدم اسب خونه اچیش رو میزنه شاید اسب اچیش خیلی حرکت دقیقی نبود ولی خب حالا اسب اومده خونه f 5 اسبیه که خونه مناسبیه براش f 5 بی لف 4 حالا برخاسته خیلی سمی و خطرناکی ممکنه با اسب وجود داشته باشه مثل حرکت اسب G6 و سیا تو این وضعیت وضعیت B7 بازی کرد پیاده زیر ضربه سفید با اسب از پیادهش دفاع کرده و سیا F6 بازی کرد اسب F3 تو این وضعیت که سیا میتونست E5 جم کنه شاید خوب بود ولی E5 ای اینجا اصلا خوبونه چون سفید D4 میکنه اصلا پیاده آچمزه و سیاه کاملا بازنده است تو این وضعیت و سفید وضعیت خیلی خوبی داره برای همین ای5 اینجا اصلا ممکن نیست و سیاه قلع کوچیک رفته حالا شاید ای پنج داره بازی میشه و اینجا نوبت با سفیده و سفید حرکت دی چارو بازی میکنه و مطمئنا این وضعیتی که کارمان خوشحال بوده تونسته بازی رو به اینجا برسونه بازی برای سیاه خیلی سخت و وضعیت تحت فشاره و به نظر من هوشمندانه تر از گوکش بازی کرده و تونسته وضعیت رو به اینجا برسونه پیاده دیچار به خوبی پیاده سیاه رو داره کنترل میکنه از ممکن خونه سی پنج بیاد و مهره سیاه هم که مشکل اصلی سیاه مثلا فیل خونه جی هفت پیاده خودش رو هدف گرفته و پشت پیادهش گیر کرده فیل سیهش قرار بعدا کجا بره و به نظر میاد وضعیت سفید وضعیتیه که اوزار رو کاملا تحت کنترل خودش گرفته تو این وضعیت گوکش زمان میذاره و 26 دقیقه فکر میکنه و حرکت جالب g 5 رو بازی میکنه به فیل میشینه بعد از فیل اچ h اچ پنجم بازی میکنه به نظر میاد آرامش خودش رو حفظ کرده و داره حرکات خیلی جالبی رو پیدا میکنه روخ ای چهار بازی شده اسب سی 5 مارکت خوبیه ولی خب پیاده B2 رو از دست میده برای همین انتخاب این حرکت شاید دشوار بود ولی حرکتیه که در نظر میگه چون بعد از اسب بر اسب سی پنج جای وزیر خیلی بد میشه نگاه کنین که تو این خونا نمیتونه قرار بگیره فیلم هستش و اگه بی دو بره بازم وزیر آسیب باقی میمونه پس این حرکت جالبی بوده رخ ای چهار بازی شده که بازم این وضعیت برای سفید خیلی خوشایند وزیر اومد خونه دی هفت وزیر سیدو بازی شده رخ فقط اینم از اون حرکات که خیلی خفن گوکش واقعا حرکت جالب و با کلاسی و بازی کرده این حرکات وقتی تو بازی کلاسیک میبینیم خیلی بازی کلاسیک من دیدم که همچین ایدای اجرا شده که بازی ماندگاری شدن و این حرکت خیلی جالبیه داره خونه افش رو برای فیلش خالی میکنه بعد از حرکت رخ ای یک فیل فش حالا از پیاده داره دفاع میکنه و رخ میتونه خونه G7 بیاد این رخ فقط یه مهره دفاعی نیست اگرچه مهره دفاعی خیلی خوبی هم هست برکه ولی میتونه بیا G7 و ایده حمله ای رو اجرا کنه رخ F7 فیل F8 ایده خیلی با کلاس خوبی بوده که گوکش تونسته اجرا کنه وزیر E2 بازی شده وزیر D5. خونه مرکزی میتونه برای وزیر خونه خوبی باشه البته اگه به سادگی حمله نشه که سفیدم از سیسه بازی کرده حالا گوکش مجبور دوباره وزیر رو جابجا کنه وزیر دی هم وزیر سی چون سفید هم داره وزیرش شو مرکز نزدیک تر میکنه روخ آچمس شد وزیر بی هفت به پیاده میشینه و کاروانا تو این وزیر بی چار بازی کرده و با این حرکت کاروانا میشه گفت برتریشو از دست میده این وضعیت مساوی سفید دیگه برتری نداره سیاه حرکت خوب رو بازی میکنه حالا وضعیت کاملا تحت کنترل سیا مشکلی نداره وضعیتش مستحکمه. رخ B یک بازی شده وزیر دی هفت رخ ای یک وزیر زیر بی هفت گوکش داره میگه من به مساوی راضی ام آقای کاروانا اگه میخوایم میتونیم حرکت تکرار کنیم رخ B یک گوکش دوباره وزیر دی هفت میکنه اگه رخ ای یک بازی بشه بازی دیگه به سمت مساوی میره ولی کاروانا تو این وضعیت حرکت A سر بازی کرده به این نشونه که میخواد بازی رو ادامه بده و تو این وضعیت گوکش حرکت خیلی خوبی رو بازی میکنه به نظر میاد داره ساختار پیاده رو مستحکم می‌کنه ولی گوکش بلافاصله به این ساختار حمله می‌کنه با حرکت A5 و ایده فیل A6 رو حواستون باشه این خیلی حرکت خطرناکیه چون بعد از اینکه به وزیر می‌شینه فیل میاد خونه D3 که ها رو چنگال می‌کنه پس سفید باید مراقب باشه مثلا فرض کنید B در A اگه بازی بشه فیل آشش و فیل میاد دیسه و روخا چنگال میشن و این وضعیت پیدا نداره برای همین حرکت اسب a 4 بازی شده تا خونهای پشتی رو برای وزیر خالی کنه مثلا وزیر برگرگه همچین چیز و همچین تهدید اسب b 6 هم مراقب باشین اسب داره میاد برای چنگال کرده حرکت وزیر d 8 بازی شده و پیاده زده شده خب سیام پیاده رو پس گرفته اسب اومده خونه c 5 بالاخره اسب خونه خوبی رسید بعد از اسب سی 3 و اسب a 4 و رو حجاب بجا کرد اومد خونه سی 5 و وزیر دی 5 این خونه فوق العاده است برای وزیر خونه مرکزی که تهدیدم نمیشه و کنترل خیلی خوبی روی پوزیشن داره سفید اصلا نمیتونه وزیر رو بزنه واقعا به نفع سیاه میشه و سیاه پیاده بعدی رو هم میزنه فایده نداره رخ درشسه سیاه تو این وضعیت برتری گرفته حرکت ای 5 خیلی خوب بوده اینا همه از اون ای 5 شروع شد سیاه یه پیاده جوله و وضعیت بهتری هم داره رخ عمده خونه D1، سیا برده خونه A7 و بالاخره بعد از ها این دوتا تروخش به هم منتصل شدن و میتونن با هم همکاری خیلی خوبی داشته باشن تو ستون A. خب قبل از اینکه تو این وضعیت حرکت کاروانا رو ببینیم که حرکتیه که واقعا اثر ناچاری بازی شده. بیاین اول بررسی کنیم آیا سفید میتونه پیاده ایشیشو رو بزنه چون به نظر تعداد حمله کنندهای سفید بیشتر از تعداد دفاع کنندهای سیاس پیاده. اگه سفید پیاده رو بزنه حرکت قوی رخ A1 ای وجود داره و این وضعیت برای سفید کاملا بازنده است و سفید مشکلات ارز اولی داره اون ارز اول اگه نگاه کنی فیل خونه H2 شاه حریف مسیر رو بسته و اینجا واقعا مورای سفید زیر زربن رخ زیر ضربه اسب زیر ضربه و اینجا سفید کاملا بازنده است و سفید نمیتونه پیاده ایشیش رو بزنه و همیشه سری تاکتیکا وجود دارن چون تو حرکات بعدی هم سفید نمیتونه بزن اینجا سفید جی چهار بازی کرده که از سر ناچاریه و و سفید داره سعی میکنه یه سری پیچیدگی‌ها رو تو وضعیت به وجود بیاره چون متوجه شده که از لحاظ پوزیسیونی این وضعیت بازنده است اچ جی و اسب چیش پیاده زیر ضرب رفته فعلا رخ مدافعشه ولی آماده باشین که ای 5 در راهه و فیل خونه سی 8 بالاخره فعال میشه و میتونه پیاده خونه جی 4 رو بزنه فیل سفید اومده خونه جی 3 و ای 5 بازی شده پیاده جی 4 زیر ضرب رفته و داره زده میشه کاروانا حرکت اسب در ای 5 رو بازی کرده و اسب خودش رو داره قربانی میده ایده کاروانا اینجا چیه اگه سیاه بخواد قربانی رو بپذیره که تو بازی هم پذیرفته کاروانا میخواد با رخ بزنه و هم وزیر رو زیر ضرب قرار بده هم پیاده جی پنجو پس کاروانا داره سعی میکنه این سری حمله های ماتی و حمله به شاه به وجود بیاره گوکش خیلی دقیق بازی میکنه فیل در جی چار حالا اگه سفید بخواد وزیر رو بزنه سیاه هم وزیر رو میزنه و چون سیاه سوار جلوه کاملا برند است وزیر دید و بازی شد سیاه وزیر رو برده خونه f سفید اینجا پیاده جی 5 زده و رخ جی 7 بازی شده خیلی قشنگ سیا مسیر کیش رو با خود رخ میبنده و حالا فیل سیا داره میاد ایچسه و وضعی جیدو میتونه تهدید بزرگی باشه شاه سفیدم خیلی خیلی ضعیفه و خب چون سیا سوار جلوه وضعیتش برنده از طبیعت رخ ای یک کارونا داره سعی میکنه رخشم اگه فرصت بشه وارد بازی کن فیل رفته خونه ایچسه تهدید مات جیدو رو مراقب باشین سفید سوار بعدی رو هم قربانی کرده بیل گذاشته دیشیش حالا ما جلوگیری شده ولی خب قربانی سوار محسوب میشه و سیا فیل بعدی رو هم زده و سیا اینجا دو تا سوار جلوه حالا رخ در جی هفت کیش شاه در جی هفت وزیر جی پنج وزیر وارد بازی شده و بعد شا شاه چف میبینیم که کیشی سفید دیگه نداره و این وضعیت اگه مات نشه سیا خیلی راحت با همچین حرکاتی هم میتونه بازی رو ببره وزیرا هم تعویز بشه کاملا تمومه سفید بازنده است و همچین تعداد ماتی هم زیادن سفید اومده از ای 4 بازی کرده از افشش اف ممکنه کشنده باشه خیلی سمیه این حرکت اگه بازی بشه و حرکتی که گوکش رو این وضعیت بازی میکنه که حرکت تمام کننده یه وزیر در ای چار. و فابیانو کاروانا تو این وضعیت از بازی انصراف میده و تسلیم میشه به خاطر اینکه هیچ مهره ای براش نمونده و سفید نمیتونه وزیر رو هم بزنه به خاطر اینکه بعد از رخ در ای رخ ای 1 و مات میبینیم که فیلای سیاه خونای فراشا و بستن و بعد از وزیر سی رخ در سی رخ ای یک و رخ در رخ سفید مات میشه ولی خب دیگه کاروانا حرکات پایانی رو نرفته و بعد از وزیر دریچار از بازی انصراف داد و تسلیم شده امیدوارم که از تماشا این ویدیو لذت برده باشین گوکش بعد از بردش مقابل کاروانا ریتینگش شد 2729 که خیلی خیلی فوق است و رنگ 20 دنیا شد و تو هندم الان نفر دومه آناند نفر اول با توجه به ریتینگش و گوکش 16 ساله نفر دومه و هشتمین برد پیو پیش رو تو این مسابقه تونست به دست بیاره که واقعا بی نظیره. تو ویدیوهای بعدی حتما سعی میکنم از بازی تیم ملی ایرانم تو کانال قرار بدم چون اونا شون خیلی خوب بوده و دارن قوی بازی میکنن و منتظر ویدیوهای بعدی باشین خیلی ممنون که تا پایین ویدیو با من همراه بودین لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار